به نام خدا و عرض سلام خدمت شما هنرجویان عزیز. جلسه اول دوره عالی مرحله کتابت رو در خدمت شما هستیم. خب یه سری نکات رو باید حتما در هنگام نوشتن کتابت و دانگیری حتما رعایت کنید که به صورت کلی بهتون میگم. نکته اول این که حتما طول سطرها رو حدودا 10 سانت در نظر بگیرید و سعی کنید که بیشتر از 10 سانت نشه، یعنی استانداردش 10 سانت هست. فاصله بین سطرها هم با توجه به اندازه قلمتون که معمولا 1 میل هست باید 12 تا نقطه به صورت عمودی بذارید پشت سر هم و اون طول اون نقطه ها رو از بالا و پایین اندازه بگیرید، همون میشه فاصله بین سطرهاتون. حالا من این کار رو کردم و تقریبا 1.5 سانت شد که فاصله بین سطرهای ما هم و همون شکل اگه خط کشی بخواهم بکنیم همون فاصله 1.5 سانتی به پایین نوشته میشه. خب برای شروع ما چون دوره عالی کتابت در واقع متنش کمی سبکتر و کوتاه‌تر هست نسبت به دوره ممتاز، سعی میکنیم که یک متن کوتاهی رو بر جلسه اول بنویسیم تا انشاءالله جلسات آینده کم کم طول متن رو هم افزایش بدیم. خب متن این جلسه حدوداً 5 خط هست که با هم دیگه اجرا میکنیم. بخشی از کتاب آقای ابراهیمی، نادر ابراهیمی، یک عاشقانه آرام. خب حافظه برای عتیقه کردن عشق نیست، از همین اول شروع میکنیم. من زوم رو بیشتر میکنم و از همینجا شروع میکنیم به نوشتن کلمه حافظه. باید سعی کنید که در کتابت تا حد امکان با آرامش بیشتر و سرعت کمتر این شکل انتهاش رو با نوک قلم میایم. اینجا حرف ساد، معذرت میخوام، حرف زا و از اینجا اتصال به بهش وصل میشه، از بالا الف رو به این شکل سوار میکنیم، نقطه ها رو با فاصله قرار میدیم برای عتیقه کردن. اتصال بر الف، حرف یه رو ببینید در 3 حرکت اجرا میکنیم، حرکت اول، دوم و برای نوشتن دایره کمی مرکب بیشتری برمیداریم تا مرکب ما رو همراهی بکنه. حافظه برای عتیقه کردن، کلمه عتیقه رو ببینید، کلمه نسبتا سختی هست، اتصال عین این شکل، حالت بیزی فرم داره، از اینجا به سمت بیرون میاد، دندونه ت شاخص میشه، یک دندونه ی برای یه میذاریم پایین تر و حرف قاف رو به این شکل اجرا میکنیم و در نهایت مانند کلمه حافظه اینجا یک به دیگه به این شکل وصل میشه، عتیقه به این شکل نوشته میشه. در ادامه کلمه کردن عشق الف اما اتصال بربش وصل میشه، سرکج رو میذاریم با زاویه 45، حرف دال، حرف نون ببینید ارتفاع رو، دوایر رو سعی میکنید نسبت به اندازه عادیشون کمی جمع و جورتر و کوچیکتر نوشته بشه. حافظه برای عتیقه کردن عشق، حالا ما اینجا کلمه عشق رو داریم که باید حتما اندازه دایرهش رو با دایره قبلی که دایره نون بود تا حد امکان یک اندازه و مشابه در به این صورت. در ادامه کلمه نیست رو ببینید، اتصال دو مغربی نون به یه، از این قسمت دندونه ها رو میذاریم، دندونه سین، دندونه آخر کمی بلندتر هست و از اینجا ت رو میتونیم حتی کشیده اجرا کنیم این شکل، انتهای کشیده ما هم به هیچ وجه بالا نمیاد و روی خط تمام میشه. در ادامه برای زنده نگه داشتن مجدد از این فضا استفاده میکنیم، اتصال بر رو داریم تکرار شد و حرف یه دیگه در این سطح ما کشیده نمیتونیم بیاریم چون در هر سطح قانونش هست که یک کشیده باید اجرا بشه. زنده نگه داشتن ر
اتصال میان به دال رو ببینید کمی بالا میاد، از اینجا بعد با یک ر می‌نویسیم مجدد. حرف ه نقطه ها رو با فاصله بالاتر میذاریم. نگه داشتن رو ببینید به این شکل، اتصال نار بالا و یک ب رو در انتها با فاصله وصل میکنیم، سرکج رو قرار میدیم. و کلمه داشتن رو ببینید، دال الف اتصال ش، ت میاد بالا شاخص میشه و از اینجا نون رو این صورت وصل میکنیم. از اینجا دایرمون رو به زیبایی اجرا میکنیم. سعی کنید انتهای دایره هم به هیچ وجه ضخیم و پهن نشه و با ظرافت بالا بیاد. عشق است، برای زنده نگه داشتن عشق است. مجدد دو تا دایره پشت هم اومد که حتما باید سعی کنید که رعایت کنید و دقیقا دایره ها رو مشابه هم دیگه اجرا بکنید. به این صورت نقطه ها رو میذاریم و کلمه آخر که کلمه هست هست رو بالاتر از خط زمینه، همون قاعده که برای متن نویسی خودکاری داشتیم اینجا هم برقرار هست و اکثر قواعدش میشه گفت که با اون قاعده متن نویسی اونجا در واقع مشابه هستن. خب این سراغ سطر دوم. اگر پرنده رو به قفس، شما سعی کنید اگر زمانی که مثلا سطر اول رو پایان رسوندید احساس کردید که دستتون یا مچتون خسته شده، یک دقیقه تا پنج دقیقه میتونید حتی استراحت کنید و بعد برید سراغ سطر بعدی، چون کتابت معمولا اجراش کمی بیشتر انرژی میگیره و نیازمند این هست که شما بتونید با تمرکز بالا نسبت به سطر نویسی اجرا بکنید، چون هر چقدر دانگ قلم ریزتر باشه اجرا هم سخت‌تر هست به نسبت. اگر پرنده را قاب گرفته، اتصال سر قاف الف این شکل، الف بلند به سمت بالا میاد. کلمه قاب ببینید، پی رو ما این بار کوچیک‌تر اجرا میکنیم و کلمه گرفته رو به این صورت از بالا و اتصال ف به ت به این شکل ریز نوشته میشه. میتونید همینجا کلمه گرفته رو هم کشیده بنویسید، اما باید سعی کنید که کشیده ها خیلی زیر هم نباشن و با فاصله اجرا بشن. و به قفس بیندازی، کلمه قفس رو ببینید، حرف ف همینجا اتصالش رو میگیریم و دندونه های سین رو اجرا میکنیم. این شکل دایره سین رو اجرا میکنیم و سعی کنید که انتهای دوایر رو دقت کنید، با کنترل به سمت بالا بیاد و نوکش بند نشه. بیاندازی به این شکل، نون به حرف دال وصل میشه، الف کمی بالاتر، ر به حرف ی رو هم باز این شکل حالت دایره‌ای اجرا میکنیم تا از کشیده بالا رد بشیم و بتونیم جلوتر یک کشیده مناسب رو اجرا بکنیم. مثل این است که با کلمه مثل رو هم مثل این است که آن را زندانی کرده ایم. مثل
به این شکل مثل این است که آن را برش میاد بالایی که ارتفاع کوچکتر و دایره نون رو به راحتی اجرا میکنیم و حرف ر بالای دایره قرار میگیره. از این فضای خالی که این بالا ایجاد شده ما باید استفاده کنیم. کلمه زندانی کلمه آخر هست که بالاتر نوشته میشه. اتصال نون به یه رو میتونیم به عنوان کشیده این سطر و کلمه آخر ما بالاتر اجرا کنیم به این شکل. این سطر سوم سرکش رو هم قرار میدیم به این صورت. دال الف و یه برای نوشتن حرف یه این قسمت در ادامه فقط تصور باطلی از پرنده است. فقط حرف ت. خب در ادامه ما کلمه تصور رو داریم. ت ساد جواب و به این صورت تصور باطلی مجدد اتصال ت لام اینجا الف ها موازی هستن. اتصال یه هم دقیقا زیرش نوشته میشه و در ادامه از پرنده است. ما چون قبلا کلمه نیست رو کشیده نوشتیم دیگه اینجا کلمه است رو کشیده اجرا نمی کنم که شما جلوتر یک کلمه دیگه رو بنویسم که در واقع یک تمرین دیگه هم در واقع باشه که شما بتونید کلمات دیگه هم کشیده بنویسید. بنده است و عشق در قاب یادها. عشق دایره قاف رو به این صورت می‌نویسیم. در قاب یادها با فاصله یا اینجا میاد دال میاد روی خط زمینه میشینه و اتصال ها رو میدونیم به صورت ویرگولی به این شکل سمت بالا اجرا کنیم. اش در قاب یادها پرنده است. خب اینجا ما چون دو تا نیمت در واقع داشتیم دیگه اگر کشیده هم ننویسیم باز مسئله نیستش. پرنده یه رو میاریم بالا. اون کلمه آخر و میریم سراغ سطر بعدی که سطر چهارم هست. خب در ادامه سطر چهارم در قابیات ها پرنده ای در قابیات ها پرنده ایست در قفس. خب اینجا کلمه اس رو این شکل از بالا بندونه های سین و این شکل اتصال دال حرف دال و ر و کلمه قفس رو این بار ما میتونیم به صورت کشیده از بالاتر شروع کنیم این صورت بنویسیم. دایره سین حرف میاد روی خط زمینه و دایرهش رو به این شکل کامل دور میزنه. ارتفاع کشیده رو سعی کنید زیاد نگیرید و طولش هم خیلی بلند نشه. خب در ادامه در قفس منت کلمه منت رو ببینید اینجا
این صورت نوشته میشه باب. خب در این سطر اگه دقت کنید ما نیمت های زیادی داریم و اگر کشیده هم اجرا نمی کردیم باز مشکلی پیش نمی اومد. منت آب و دانه بر سر آب و دانه الف نون و اتصال بر. اینجا کلمه سر رو هم تندون اول کوچیک پایین میاد و به این شکل یک گردش کوتاه و ر رو کامل میاریم پایین. این صورت نوشته میشه بر سر او مگذار. اتصال در واقع حروف الف و واو رو اجرا میکنیم. مگذار رو هم ببینید میم به این شکل بالا میره، از زیرش ما اتصال رو به این صورت برقرار میکنیم و حرف ر هم میاد روی خط زمینه. خب کلمه بعدی و امنیت و رفاه را و کلمه امنیت الف رو بالا می نویسیم، میم نون این قسمت میاد پایین، یه و حرف ت رو به این شکل یادداشت می‌کنیم یا اجرا می‌کنیم. و در ادامه فر رفاه را به رخ او مکش و رفاه. ببینید ارتفاع ر و واو در یک راستا هست، سر ف الف مجدد ه را به رخ. کلمه رخ رو ببینید ر رو پایین می‌نویسیم چون حرف آخر هست، می‌بریم خ رو بالاتر و دایره معکوس رو به این شکل نستعلیقی اجرا می‌کنیم. دوایر نستعلیق هم در واقع کمی بیزی شکل‌تر هست. خب بریم سراغ سطر بعدی. رخ او مکش این شکل، حرف میم دایره ش به این صورت اجرا میشه، سرگج هم قرار میدیم و عشق غالب حضور است. به این صورت عشق غالب حضور است. خب کلمه حضور رو ببینید، حرف ه پای حالت ابرو مانند به سمت پایین میاد. اینجا ساد رو می نویسیم در راستای همون ه، یک تندونه ایجاد میشه و واف رو دقیقا در همون راستا متصل میکنیم. طالب حضور است الف، تندونه های سین رو ببینید به این شکل و باز هم ما اینجا یک نیمت اجرا میکنیم که باید حتما با کلمه قبلی طالب با هم هماهنگ و یکسان باشن. و در ادامه پروانه نه امنیت و قاب پرواز، حضور است پرواز. حضور است پرواز نه امنیت و نه امنیت و قاب. سال میم به نون یه و حرف ت رو به این شکل اجرا کنیم، نه امنیت و قاب. خب این درس هم برای شروع در واقع متن خوبی بود و شما میتونید به راحتی اجرا بکنید. در ادامه هم سطر آخر ما در واقع نام نویسنده و نام کتابش رو می‌نویسیم که عزیزانی که علاقه‌مند هستن بتونن منبع رو هم در نظر بگیرن و بتونن مطالعه بکنن. یک عاشقانه آرام. شما سعی کنید با حداقل در واقع تمرکز، حداقل سرعت سعی کنید آرومتر بنویسید و بیشترین تمرکز رو هم داشته باشید.
در حین نوشتن به جای درست. کلمه ابراهیمی رو ببینید، ما اینجا کلمه ایمی رو در واقع میتونیم به صورت یه محبوس ببریم بالا و به این سیبایی اجرا بکنیم. خب امیدوارم جلسه هم به خوبی تمرین کنید و تمریناتون هم بفرستید برای رفع اشکال. من تصویر این جلسه رو هم براتون میفرستم. موفق باشید.